به نام خداوند جان و خرد. با سلام خدمت شما تماشاگران گرامی، ادامه می دهیم برنامه پلی به گذشته رو. تماشاگران عزیز، براتون گفتیم که دولت ایران درخواست 100 میلیون دلار وام داشت که دولت آمریکا به ایران بده و در مقابل از ایران نفت بخره. دولت انگلستان مخالف بود و حالا با روی کار آمدن پرزیدنت آیزنهاور تقریبا سیاست خارجی آمریکا با نظر موافق انگلستان، یعنی همه مسائل با انگلستان مطرح میکنن. اینقدر این جالب این اسناد وزارت خارجه آمریکا وقتی آدم میخونه واقعا متوجه میشه که پشت پرده چه بوده که ما خبر نداشتیم. عرض شود که دکتر مصدق یه روز به سفیر آمریکا اعزارش میکنه، 90 دقیقه با دکتر مصدق اینا مصاحبه. معمولا صحبت های دکتر مصدق با سفیر آمریکا 90 دقیقه، 180 دقیقه، گاهی مثلا 2 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت طول میکشته. گاهی با هم نهارم میخوردن. عرشبت که مصدق خیلی میخواسته خاطر آمریکایی از ایران آسوده باشه. معمولا ببینید الان صحبت که میشه میگن کودتای 28 مرداد از سوی آمریکا علیه دکتر مصدق انجام شد. تا روز 27 مرداد 1332 آقای هندرسون که از مرخصی طویل المدت خودش برگشته بود خونه دکتر مصدق میرفته. هر شاید یه جنرال آمریکایی که میومد ایران، حتی جنرال نورمن شوارتزکوف براش دسته موزیک میوردن فرودگاه مهرآباد. شما فکر کنید که آمریکا یک دفعه بلند میشه یه برنامه کودتا اجرا میکنه. این برنامه مال انگلستان بوده، آمریکایی‌ها رو دنبال خودشون کشوندن چون هی پیشنهاد میدادن. در یکی از نامه‌های سفیر اومده سفیر آمریکا هندرسون میگه مصدق به من گفته که ملت ایران هیچگاه قادر نخواهند بود بفهمند که چرا ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار به ترکیه کمک میکند و آن وقت برای وامی به این شکل 4.1 بهره از ما مطالبه میکند. بعد نوشته که ما حاضریم به جای 133 میلیون دلار نفت به شما 65 میلیون دلار عرض شود که به شما نفت بفروشیم که 50 میلیون دلار به ما سریع پول بدید. از 130 میلیون دلار میرسه به 125 میلیون دلار، میرسه به 100 میلیون دلار، میرسه به 50 میلیون دلار، میرسه به 25 میلیون دلار. اینم به ما نمیدن. ما 120 هزار تن شکر میخوایم، به ما نمیدن. اینایی که میخوان تاریخ بنویسن باید اینا رو بخونن. این آقایونی که میخوان درباره 28 مرداد مطالعه کنن، این اسناد روابط خارجی عرض شود آمریکا رو بخونن، مال انگلستان رو بخونن و چقدر خوب شوروی هم در بیاره. شوروی سابق هم اون اسناد اون زمان مصدق رو در بیاره که ما چی گرفتاریایی با اونا داشتیم، اونا چقدر درخواست داشتن. شوروی ها میگفتن شما آمریکایی‌ها رو بیرون کنید از ایران، ما به شما مستشار نظامی میدیم. هیچ مسئله نیست که آقا شما ایشون 80 تا مستشار آمریکایی دارید، ما 80 تا به شما مستشار نظامی شوروی میدیم. منتها خود دکتر مصدق عاقل بود، میدونست مستشار نظامی شوروی در این مملکت عرض شود که خطر کودتا داره، همون بلایی که در لهستان و مجارستان و رومانی و تمام اون کشورهای اروپای شرقی اومد، زیر بار نمیرفت. در مورد مسائل شیلات میگفتن ما حاضریم دوباره قرارداد ببندیم، کمک میکنیم، ولی نفت از ما نمیخریدن. تنها کشوری که گفت من میخوام از شما نفت بخرم ژاپن بود که معمولاشو گرفتن، ایتالیا بود که معمولاشو گرفتن و جالبتر از همه افغانستان بود. گفت من چون تانکر ندارم، اگر ممکنه تو کامیون تو حلب برای ما با حلب هر شب مقداری نفت و بنزین بفرستید.
که اونم انجام شدنی نبود. باید ما حداقل 100 هزار تا کامیون داشتیم که برای اینا با حلب، از این حلبای کوچیک چند لیتری براشون بنزین یا نفت بفرستیم. این پیشنهاد حلب خیلی بامزه است که در روزنامه اون موقع شده. دولت افغانستان بیچاره گفت من نه خط لوله کشی دارم نه تانکر دارم، شما هم که ندارین، بهترین کار اینه که عرض شود که این کارو بکنیم. حالا دولت میخواد مثلا تانکر هم بفرسته، لاستیک میخواد. ما کارخونه لاستیک سازی نداشتیم که، لاستیک کامیونا همه فرسوده بود، باید از خارج بیاریم. از خارج با چی باید بیاریم؟ پول باید، پول نداریم. اینا نکات واقعی. یعنی آقای مهندس حسیبی روزی که میگفتش که به محض که نفت ملی بشه 300 هزار لیره هر روز عاید ایران میشه، حساب این به اصطلاح مسئله نکرده بود.